نه جنوب نمیرم. سلام بچه ها، چطورین؟ خوبین؟ آقا این ولاگ اسمش ولاگ آماده شدن برای سفره و این که میخوام خریدامم بهتون نشون بدم. اما قبلش بیم بهتون یه آپدیت بدم، بهتون بگم که چه خبره. اصلا قرار بود من این، یعنی اصلا آماده کرده بودم که این ویدیو رو بهتون ضبط کنم، بعد مثلا چمدون ببندم و همونجا بگم، ولی بعد یه کاری پیش اومد، من شدم بیام آرایشگاه مامانم، یه تعمیرکار اومد بود که کنتور رو عوض کنه و کسی نبود و من رفتم که مثلا اونجا کمک کنم. الان دارم میرم که کاغذ کادو بخرم و جوراب، دو تا از اقلام دیگه یکی نیاز دارم واسه سفرم. دیروز که کلا دانشگاه داشتم و بعد دوباره بعد از ظهرش رفتم خرید، شنبه هم کلا رفتم خرید، بعد پنجشنبه هم که مشغول درس خوندن بودم، جمعه هم روزای استراحت منه که مثلا روزه سوشال مدیا و کلن اقلام دیجیتال و اینا میگیرم، که جمعه مثلا با خانواده من معمولا نهار رفتم خونه دادشم اینا، ما هم جای زیاد نمیریم به خاطر اینکه زن دادشم، حالا رفتی به زن دادشم نداری که استراحت مطلقه، ما کلن زیاد معمولا خانوادگی جایی نمیریم جمعه، همه هم میشینیم نهار کباب میخوریم و چیل میکنه. anyway و من بعد از اون رفتم استخر تنهایی و خوش گذشت و از اینجور چیزا، جای شما خالی. دارم میرم گرگان، من اونجا چند تا دوست دارم که اگه یادتون باشه گفته بودم توی ولاگ رامسر یادتون گفته بودم، گفتم اونا دارن از اونجا میان، من دارم تنهایی میرم رامسر. آره همون جمعه. و این که من امسال خیلی دوست داشتم که یه سفر برم به خاطر اینکه مثلا تازه به اون استقلال مالی رسیده بودم که میتونستم برم، بعد از یک سال خورده ای که درآمد نداشتم، دوباره که یوتیوبم به درآمد زیر رسیده بود چی بودم که من گفتم برم سفر، برم مغزم خالی کنم، خسته شدم دانشگاه، نمیدونم کنکور اینا، هیچ کدوم به خودم جایزه نداد، باشم ازم دور خودم میچرخم، مثلا نباید میومدم اینجا. اشکال نه، خیلی با خودم اینجوری میگفتم و میگفتم برم سفر، بعد میخواستم برم جنوب، پایه ها مثلا پیدا نشدن دیگه فصلشم فکر کنم دیگه داره میگذره، بعد میخواستم برم کیش ولی که مسابقه بدم، بعد اون مسابقه هم دیدم آمادگیشو ندارم، مجذوب شده بودم. خلاصه که سابسکرایبرای گرگانیم حواستون باشه، بالاخره دیلی متانت رو شما میشین تو خیابون گیر بیارین و باهاش عکس بگیرین، از این حواستون باشه. خلاصه من که نمیدونم اونجا ولاگ میگیرم یا نه، به خاطر اینکه میخوام برم استراحت کنم، میخوام کار کنم، ولی خب قطعا من کلا مثلا یه صحنه قشنگ و اینا ببینم ویدیو میگیرم، احتمالاً حالا یه ویدیویی داشته باشیم اونجا که بعداً بهتون نشون بدم. همین، من میرم خریدامو میکنم، بعد میام خونه با هم دیگه چمدون میبندیم و من خریدامم بهتون نشون میدم، خریدای این 4-5 روزی که متانت هر روزش رفته خرید، 3-4 روز. و اینکه دیلی متانتتون حتی پارک دوبلم بلده. خب من هنوز چمدونم رو جمع نکردم، 12 شب ولی دارم میرم، بیاین اول بهتون خریدامو نشون بدم. خیلی رندوم خرید کردم، یعنی یه سری چیزا که خب نیاز داشتم رفتم خریدم، ولی یه سری چیزا نیاز داشتم پیدا نکردم. خلاصه این که همینجوری خریدایی که این درست کردم دوست داشتم بهتون نشون بدم. بزرگترین خریدی که کردم این بود، مانتوی کتی، دیروزم پوشیدمش، با خودم میبرمش سفر، باشه استایل کردم. بعد اینو من گرفتم گفتم با یه یقه اسکی مشکی میپوشم خیلی جذاب میشه و اینا، خودم با یه یقه اسکی کرم دارم با اون پرو بش کرده بودم. بعد اومدم خونه دیدم یقه اسکی مشکی مثلا واسم گشاد شده، یعنی من واقعا درگیرم، بعد اصلا همین لباسام برام گشادن، بعد اینجوری هم که پول ندارم اما برم لباس بخرم. خب مثلا خیلی از لباسامو دارم که اصلا واسه چندین سال 3-4 سال پیشم میپوشم، خب سالمن، خوشگلن، به روزن، درست بلدم خرید کنم، من هیچ وقت رو ترندا خرید نمی کنم، یعنی سعی می کنم که رو ترندا خرید نکنم،
واسه همین لباس ها میمونن و ولی الان لباس هم گشاد شدن و خب بعضی لباس ها آره گشاد قشنگه ولی بعضی اصلا گشاد خوب نیستن. و این تیشرتی که امروز پوشیده بودم دیدین و خریدم، نیمتنه است، همچنان با نیمتنه مشکل دارم. این تیشرت رو خریدم چون رنگش و چیزش گوگلی بود، ولی اینش یکم سفته. این خریدم چقدر؟ این خریدم 105 تومن. این یکی ولی فکر کنم 80 خورده‌ای بود. بعد دیگه اسپره، این یه شامپوی کوچیک خریدم که بمونه توی چمدونم. کرم آبرسان میخواستم، بعد رفتم اینو خریدم، نوتروژن. اینم جزو خریدای بزرگم بود، فکر کنم 230 تومن اینا شد. من نمیدونم نیتروژن یا نوتروژن اصلا نمیدونم چی بهش میگن، هر کی یه چیزی میگه، ولی من جلش فون شستشوی ندارم، خیلی راضیم و اینا. بعد اینو گرفتم، بعد کلا تجربه ثابت کرده آبرسانایی که کلا جو خارجی ان و انگار جو آبکی ان، اون نیاز منو برطرف نمیکنن. یعنی اینا رو من میذارم همچنان پوستم اون حالت الاستیسیته نداره، یعنی اینجوری پوستم انگار سفت میشه. البته من دیروز زدم اینجوری بود، دو روز زدم اینجوری بود، امروز از حموم اومدم پوستم قشنگ شسته بودم، اینو زیاد زدم، اولش یکم سوزشم داشت صورتم ولی دیگه خوب بود. بعد این کاغذ کادو بود که حالا کادوها رو بهتون نشون بدم. چرا میگم کادو؟ به خاطر اینکه این دوستم جدیدن موبایل گرفته که مثلا دوربینش و اینا خوبه، بعد مثلا ببینم که طبیعت میره، پیکنیک میره و اینا، از خودش مثلا ویدیوهای کوتاه درست میکنه که خیلی استعداد داره. بعد گفتم که واسهش پایه یه چیز بگیرم، پایه موبایل بگیرم، اینم حضوری گرفتم مثلا برای خودم از دیجیکالا خریده بودم که مثلا مشاهده تشویق بشه که مثلا بازم بگیره و اینجوری مجبور همه ازش بگیرن، اینجوری میتونه مثلا جای مختلف بذاره و از خودش بگیره. بعد دیدم که یکم قیمتش کمه، 80 تومن بود دیگه. دیروز رفته بودم واسه خودم مایو خریدم که زیاد قشنگ نیست، الان اینجا نیست بهتون نشون بدم، که این تاپ شلواره که ورزشی هم واسش گرفتم، حالا امیدوارم که سایزش بشه، حس میکنم شلواره که یکم تنگه. بعد دیگه اینکه آها این سخه خوشگل خریدم از اینو گوگولیه، نه دیروز پوشیدمش خیلی ناز بود، اینو میخوام اونجا بپوشم با شلوار مام استایل. این تیپ چیزی بودش که من سال دیگه نمیتونستم، سال پیش نمیتونستم بذارم، یه شادم مثلا خیلی سخت پیدا شد شلوار مام استایل، خیلی سخت بسن پیدا شد. من یه دونه داشتم که اونم مثلا اینجور خوشدوخت نبود. بعد اینا هم مثلا این الان همین الانش بسن من یه کوچولو مثلا اینجور کیپوتنگه دیگه، پارسال یا مثلا اصلا به هیکلم نمی اومد اگرم سایز میشد یا اصلا سایز نمی شد، ولی امسال این پوشیدم واسه دوستان فرستادن، همه همینجوری دور بودن که میتونه چقدر لاغر شدی، چقدر لاغر شدی، و راستش حس خوبی داشت. امیدوارم که هر کی دوست داره لاغر شه لاغر شه. ریمل بل خریدم، لبلو خریدم مثلا بالم لب، بعد مثلا همه اینا رو می‌خواستم آنلاین بخرم، آپشنای بهتری داشتم. امروز رفتم دو تا جوراب خریدم، این جورابای اینجوری همیشه معمولا برای من تنگن، حالا این احساس کردم که یکم گلو گشاده، امیدوارم که سایزم بشه. برای یه دونه اینو خریدم، فکر کنم خیلی دور وایستادم و خریدم، منو خوب نمیبینین ببخشید. بعد اینا هم دوتا شالن که توی ولاگ قبلی رفته بودیم برای مغازه داداشم اینو خرید کرده بودیم، این دوتا رو از مغازه برداشتم. این شالو من دقیقا همین رنگی روسری شو داشتم، از این روسری پهنا و خیلی به دردم بخواه، خیلی تابستون استفاده میکردم و گفتم این رنگ خیلی قشنگه با جین و سفید قشنگ میشه، اینو خریدم. و اینم خریدم چون که خیلی رنگ، حالا این پایینش رو زیاد کاری ندارم اینجوری هم که ولی این خیلی قشنگ نیست، خیلی قشنگه. و من از شالا اینجوری بلند و گونده خوشم میاد، پهن ده یکم تو ماچ پهنه جی تا کنی ولی خوبه، با کرم میشه پوشید، با سبز. و حالا بهتون بگم که من چیا پک میکنم، چیا با خودم میبرم، چی جوری پک میکنم. دو تا آوتفیت انتخاب کردم که یکی رو میپوشم و کژوال و راحت و اینا، یه دونم همین، یعنی دو تا آوتفیت فقط میبرم چون دو روز فقط اونجا، چرا مثلا باید سه تا مانتو با خودم ببرم آخه. خسته شدم میخوام بازم استراحت کنم.
اینو خیلی بد درست کردم، ولی خب میره توی چمدون احتمالاً خراب میشه دیگه. من رفتم ناهار خوردم، بعد الان دیگه خیلی خستم، دلم میخواد که بخوابم، ولی باید اینا رو جمع جور کنم و اینکه لباسام الان نمیبینید، اونایی که میخواستم بپوشم و همه رو تا کرده اینجا گذاشتم. و اول میخواستم این شلوار رو مثلا توی راه بپوشم، شلوار مثلا کتانه، بعد گفتم آقا اصلا اینم نپوشم چون ده ساعت راهه، من که بالاخره مثلا باید یه دونه شلوار اینجوری اسلش مثلا ورزشی ببرم، خب همینو میپوشم چون مثلا اینو ببرم که اونجا مثلا به عنوان لباس راحتی و لباس خواب و اینا بپوشمش. ولی نمیدونم بهتون گفته یا نه، امروز هم رفتم ورزش، یعنی من دیشب ساعت 1:30 خوابیدم، صبح ساعت 5:30 پاشدم رفتم ورزش که این مربی ما رو میکشه و خودم کار کردم. الان باید برم ویدیو رو ادیت کنم و بذارم و اینا، ولی دارم میرم مسافرت. بچه ها این لباسامه که خب باشه اینجا میذارم، مثلا جینا رو همیشه این اینم ساکمه که ساکه، ولی مثلا از اینا هم داره. خالی چیز به کار آدم میاد. جینا رو میذارم پایین چون جینا سخت جونن و چروک نمیخورن و چیزیشون هم نمیشه. بعد این شلوار رو میذارم، یه روز احتمالا بریم جنگل و پیکنیک و اینا، میخوام اون شلوار کتانه رو مثلا با این بپوشم چون هر دوزو سرمه ای هن و اینم گرمه. و این یه شومیز سفیده خب که روش اینو میپوشم که یه ژیله مشکیه، ژیله یعنی البته نیست، چیزم داره، آستینم داره، خب فقط این یواش میذاری بیرون. و بعد این کت رو میپوشم چون این کت نازکه و اصلا سرده الان هنوز نمیشه پوشید. بعد این نم چرا بود چون جادرم دارم هر دوتا این کلاه رو میبرم، شاید مثلا دوستم گذاشت. اینم که اون تاپ همه، اینم دوتا جورابه، یه گوشه میذارم. لباسی رو معمولا میذارم توی یه دونه ساک پارچه ای، الان اونجاست، اونو بعد میذارم اون رو. آها دوتا کرمبند دارم میبرم، کرمبندام و دیروز هر کدومشون دوتا سوراخ کردم، اینو سوراخ درست کردم، ولی اینو با اینکه سوراخ کردم بازم چیزه، کرمندان هم ماشاءالله داغون شدن همشون. بعد من باید یه دونه ساک جمع کنم، ساک بهداشتی، البته این دیگه نمیره تو ساک بهداشتی، اینم هم همینجوری همین بغل مغلا میمونه، اسپری ضد عرق. و این کرم و شامپو نمیم چه جدگیر شدم دارم میبرم، چه خوشبوه بوی شامپو تخم مرغی میده. آها حوله هم میخوام ببرم، حوله استخری، اونم الان میارم اینجا میذارم. بعد دیگه شارژر موبایل، شارژر اپل واچ، و الان اون کیف آرایشی بداشتی ها میارم، اونو همه سفرام پک میکنم و خیلی کمکم میکنه، بهتون بگم شاید به دردتون خورد. این کیف رو دارم، خب این کیف نمیدونم برای فوربین چرا کسی پا اینام شده، تا همیشه مثلا جایی که یادمه بوده توی خونمون، سوقاتی موقاتی آورده بودم. خلاصه که این اینجوریه، و مثلا خوبش اینه که اینو هر جا رفتی مسافرت اینو باز میکنی، اینجوری میذاری روی مثلا چیزت، و مثلا همه لوازم آرایشت همین توه. ولی من که اصلا آرایش نمی کنم، خیلی تنبل شدم، حوصله آرایش کردن ندارم. الان از اینجا از قبل یه سری سنجاق و نخ و اینا هست، نخو برمیدارم بابا، برس برمیدارم، کانسیلر که رولوشنه و اصلا ازش راضی نیستن، روژ رولوشن که اصلا ازش راضی نیستن، اصلا هم چرا این برند وجود داره، ریمل لب، بالم لب، احتمال فقط همین رو میزنم، کرم، این یه مداد اینجوری روژ لبی گلدن روزه، خیلی دوستش دارم الان تراشش کنم، مثلا این تو نمیذارم. اون تولدی که دارم میرم، لباسی که دارم بنفش میپوشم، میتونم سایه بنفش بزنم که توی این سایم هست. خب بعد واسه همین اینو باید ببرم، اینم باید ببرم، و کرم پود هم ببرم دیگه، اصلا یادم نیست که داشتم میفهم تولد. خب بقیه اونجا آرایش میکنن، این پنکیکه و اینو من با اون پنکیک رو با اون میزنم. تو خدا نگاه کن این برس کرم پود رو من اصلا داغون شده، خط چشم هم تمام شده، بعد خط چشم میخریدم.
Anyway گرونه از اینه ببرم شاید به دردم خورد. موچین الان یادم اومد که باید یه چیزی برای پاک کردن این آرایشم ببرم و فکر کنم نبرم چون دارم ژل شستشوی صورت میبرم با خودم، با همون صورتمو میشورم دیگه. الان من واقعا نمیتونم میسلار واتر با خودم ببرم، خیلی سنگینه. موچین اینو از این برو توی ابرو، از این بعد اینم آها با ببرم. قیچی به درد میخوره. اینم چیزش هم میخوام، برانزر، این برای برانزره، این برانزرمه، اصلا نمیدونم چه مارکیه. بی بیوتی کار را میدازه. آها عطر، عطرم میخوام، این عطر زاراه. او چه کم ازش مونده. گاردنیا یه بوی خیلی شیرین داره ولی یه بوی چوب تورم داره توش، من دوستش دارم ولی خب چون کوچیک همیشه عطریه که با خودم سفر میبرم، بعد دیگه برات بوش میکنه بوی سفر میده. حالا انگار من از وقتی که اینو خرم چند بار سفر رفتم، فکر کنم دو بار رفتم. همین بچه ها فعلا تا اینجا من اینو میبندم و یه جمجوری میکنم و میذارم این تو دیگه. پکینگ نهایی دیگه چیزی ندارم که نشون بدم. حالا دیگه شاید مثلا یه جورابی اضافه شد و یه چیزی. آها همین ساکو فقط میبرم، با یه کیف دارم، کیف مشکی که خب قطعا مثلا کیف پول و مدارک و اینامو میذارم تو این کیفه و به خودم اینو میبرم توی اتوبوس، ولی اینو میذارم تو قسمت بارها. میخوام امشب قرص خوابم بخورم که تو راه بخوابم. آها اینو یادم رفت بهتون بگم، میخوام صندل ببرم چون هر دفعه که رفتم مسافرت یادم اومد که او صندل نیاز بود ببرم، واسه همین اینم میبرم. همین بچه ها مرسی که با من بودید، این ویدیو رو دیدید و ماش بهتون خدا نگهدار.